با درود بسیار، تا زمانی که من در مملکت خودم بودم به ارزش وسایل ارتباط جمعی پی نبرده بودم، چه تلویزیون، چه رادیو و چه روزنامه ها. روزنامه های متعددی در ایران منتشر می شد که ما گاهی اوقات بهش نگاه می کردیم و ما که در تلویزیون کار می کردیم فکر می کردیم که ما هستیم که موفق ترین وسیله ارتباط جمعی هستیم. اما از زمانی که آمدیم به خارج و بعد از انقلاب تازه پی بردیم که وسایل ارتباط جمعی چقدر تأثیر داره در یک مملکت در همه مسائلش، به غیر از مسائل سیاسی. از نظر خبری بسیاری از هنرمندا، بسیاری از کسانی که در کار هنر، در کار بیزنس، در بسیاری از کارها هستن، گاهی اوقات این وسایل ارتباط جمعی میتونه براشون هزار کار انجام بده. در این آمریکایی که ما زندگی میکنیم یک خبرنگار ارزش ویژه‌ای داره. همین خبرنگار باعث شد یک رئیس جمهور مجبور به استعفا بشه و وقتی که به خبرها نگاه میکنم و گوش میکنم و میخونم میبینم که نقش خبرنگار، روزنامه نگار چقدر حساسه و یک مملکت خوب، یک مملکت دموکراسی به معنای واقعی اول باید وسایل ارتباط جمعیش وسایل درستی باشه. این نظر منه، ولی مهمان عزیزی دارم که نظر ایشون از نظر من بسیار با اهمیت تره. خانم ها، آقایان، سرکار خانم هما سرشار میهمان عزیز من هستن. خانم هما سرشار رو من در ایران کم دیده بودم، ولی در آمریکا که زندگی میکنیم با ایشان بیشتر آشنا شدم و پی بردم که با یک بانوی به معنای واقعی روزنامه نگار، نویسنده طرف هستم. بارها با او به صحبت نشستم و هر بار که با او صحبت میکنم از ایشان میآموزم. بسیار خوشحالم که در برنامه‌های ویژه توانانیست با خانم هما سرشار است. بسیار خوش آمد. ممنونم آقای کاردان از محبت همیشگی شما و از دعوتتون. خواهش میکنم. خب به من بگید، در این مقدمه‌ای که گفتم واقعا وسایل ارتباط جمعی، روزنامه نگار، خبرنگار تأثیرش در یک جامعه چقدره؟ خیلی زیاده، بسیار زیاده. به نظر من در یک جامعه متمدن، در یک جامعه آزاد، خبرنگار میتونه نقش بسیار مهمی رو داشته باشه در تصمیم گیری های جمعی، در راهنمایی مردم و در راهنمایی دولت ها، در خبررسانی، در اطلاعات دادن. یه بخش کوچکی است، یا اون هم البته قابل اهمیت هست، ولی فکر میکنم به بحث امروز ما بخوره. یه بخش مهمی هم دارن روزنامه‌نگارا و رسانه ها همچنان در ایجاد تفنن و برای شاد کردن مردم هم یه نقش هایی دارن. ولی روزنامه نگار و خبرنگاری که من استنباط میکنم نظر شماست، کسی است که بیشتر با خبر سر و کار داره و اطلاع رسانی میکنه و جمع آوری خبر میکنه. اگر که یک روزنامه نگاری در هر سه این حیطه ها دستش باز باشه برای اینکه هم خبر رو به درستی جمع بکنه و هم به درستی گزارش بده و اطلاعات بده به مردم، حتما برای اون جامعه‌ای که در اون آزادی هست و دموکراسی هست و قانون، یک جامعه قانونمند هست، میتونه نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنه و رابطه بسیار معتبر بین شهروندان یک مملکت و قانونگذاران و هیئت حکومتی اونجا باشه. من فکر میکنم که در بسیاری از زمینه ها، بسیاری تا اونجا که من میدونم به حرفه من مربوط میشه، مثلا بسیاری از بازیگران سینما و تئاتر و اینا گاهی اوقات از نویسندگان حتی وحشت دارن. مثلا یک بازیگر معروفی گفته بود که شب قبل از اینکه فیلم من اکران بشه، رو پرده نقره‌ای بیاد، تا صبح نگران نوشتن جراید در مورد فیلمم بودن، چون نه فقط اون سرنوشتش رو معلوم میکرد، قیمت من که احتمالاً 1,000,000 دلاره و اگر اون نوشته‌ای بود که نقد کرده بود درست از فیلم من، قیمت من شاید 1/3 میامد پایین تر. بنابراین میگفتش که وقتی که فیلم من میاد روی اکران، شب تا صبح خواب ندارم که ببینم روزنامه‌نگاران راجع به من چی بگن. آیا واقعاً اینقدر موثره؟ حتما موثره، مخصوصاً کسانی که در کار نقد نویسی هستن، حالا نقد از یک اثر هنری، نقد از یک کتاب و یا نقد از یک رفتار هنجار اجتماعی. همه اینها و چشم
مردم یک کشور هست باید دقیقا ببینه و گزارشش رو که به مردم میده دقیقا همون نقدی است که به مردم میده. در نتیجه خیلی از فیلم ها و یا تئاتر ها و یا نوشته ها، کتاب ها میتونه با نوشته یک روزنامه‌نگار به کلی از بین بره، اعتبارش از دست بده و بسیارانی دیگر هستن که خب بهشون نقدی که می‌نویسن اعتبار میدن و قبول میکنن و میپذیرنشون، ولی خب نقدنویس هم داریم تا نقدنویس. نقدنویسی هم باید واقعا فرای تعصب باشه، فرای این که به طرف میخوان یه رشوه بدن، رشوه حالا نوشتن یا هرچی، بلکه به صورت یک داور عادل و یک کسی که اصلا ارتباط خصوصی و شخصی با طرف نداره اگر که نقد بنویسن روش، و حتما موثره. و خود شما بهتر از من میدونید که بسیار از نقد نویسان مشهورن، یعنی نقد اونهاست که یک هنرمند یا یک هنرپیشه رو به ترس میندازه، برای اینکه در طول زندگی حرفه‌ایشون نشون دادن که حرفی که میزنن و یا دیدگاه و نظرگاهشون حتما یک دیدگاه و نظرگاه قابل اعتناست و درسته. ولی در مورد ما ایرانی ها من منقد کمتر دیدم و فکر میکنم گاهی اوقات که مثلا فرض کنید که من یه تئاتر آوردم روی صحنه، وقتی با یک روزنامه نگار صحبت میکنم اصلا مثل این که تکلیفشو معلوم میکنم، میگم بیا این تئاتر قشنگ ما رو ببین. یعنی تکلیفمو معلوم کردم که شما باید برید برای من خوب بنویسید. خب یا مثلا اگر احتمالاً مثلا یه نقدی بکنه و ایرادی بگیره من بسیار عصب خودم رو میگم برای که نکفت متوجه هستم، متوجه عصبانی میشه. در بین صحبتتون صحبت از کتاب کردید، من بیاد آوردم که یکی از کتاب‌های بسیار با ارزش شما، کتاب‌های متعددی داری که به من کمک کرد که یک پنجری به روی من باز کرد که من یک فردی رو که همیشه نگاه دیگه بهش میکردم، نگاه ساده تر و نگاه روشنتری بهش بکنه، بدون تعصب. اون شعبان جعفری بود. بله. و فکر میکنم که کاری که شما در کتاب شعبان جعفری کردید یک کار تازه بود در ادبیات ما. من نمیدونم، ممکنه در آمریکای جنوبی هم این کار رو کرده باشن، ولی شما یک مصاحبه کردین و بدون هیچ غرض، بدون اظهار نظر، یک فردی رو با زبان خودش به ما شناسوندین، فردی رو که ما نوع دیگه در موردش قضاوت میکردیم. و شاید خیلی ها الان مثلا کتاب آقای میلانی رو هم که من میخونم، کتاب مربوط به هویدا، کتاب شاه، فکر میکنم همون کتاب شما پنجره‌ای به روی ما باز کرد که ما با تعصب رو کسی صحبت نکنیم، یا قضاوتی که دیگران کردن ما هم نباید بکنیم، یا به قول بعضیا نبریم و بدوزیم در مورد یه نفر. کتاب شعبان جعفری چطور شد که نوشته شد؟ برای که کسی ببینید، من گاهی اوقات فکر میکنم که خیلی ها فکر میکنن که از نظر پرستیژشون به اونهای نویسنده به دنبال آدم های خیلی مهم باید برن. خب نمیان در یک آدمی که مثلا وردشو باستانی میکرده و در طول تاریخ گاهی اوقات با عرض معذرت به بدنامی هم معروف بوده و بعد تا به کارهای خیلی ناشایست هم معروف بوده، بشینه ساعتها باش صحبت بکنه و از دهانش قسمتی از تاریخ ایران رو با یک نگاه دیگه‌ای درک بکنه. اول نوع نگارش کتاب شعبان جعفری جناب کاردان رو من مدیون تجربه‌ای هستم که برای پروژه تاریخ شفاهی انجام دادم، و این یک نوعی تاریخ شفاهی بود. تاریخ شفاهی یعنی که شما داستان رو از زبان شخصی که خودش داره تعریف میکنه زندگیش رو مینویسید و بعد اون رو شما حالت یه ضبط صوت رو دارید، ضبط صوتی که هر آنچه که او میگه ضبط میکنید و تحویل دیگران میدید. معمولا اینها یه مجموعه هایی میشن برای تحقیق های بعدی در مورد اون شخص یا در مورد اون دورانی که اون شخص داره صحبت میکنه. من یه قدم فراتر از پروژه های تاریخ شفاهی رفتم و اون یکی مقدار زیادی پیوست و نوشته و توضیحات که در نشریات و کتاب ها و تاریخ های مختلف وجود داشت آوردم که کسی که میخواد پژوهش بکنه بتونه هر دو رو در کنار هم بذاره. ولی بیشتر از اون علت این که من جلب شدم که این کتاب رو منتشر بکنم، و خیلی هم سر زحمت کشیدم، خیلی هم طول کشید تا آقای جعفری قبول کرد که این مصاحبه رو انجام بده، این بود که فکر کردم یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران، همون رویداد کودتای 28 مرداد،
در تاریخ معاصر ایران بسیاری افرادی داشته که نقش‌های گوناگونی رو ایفا کردن در این رویداد، از مردم عادی، از احزاب مختلف، از نخست وزیر کشور، از شاه مملکت، از ارتشی‌ها. و همیشه هم هر وقت داستان 28 مرداد بوده اسم یه شخصی در لابلای این موضوعها دیده میشد و اون هم شعبان جعفری، مشهور به شعبان بیمه میگفتن. ولی آنچه که برای من جالب بود این بود که طی این 50 سال گذشته که از تاریخ 28 مرداد میگذشت تا موقعی که من پای صحبت نشستم، یک کمی کمتر، یک کمی بیشتر، هیچ وقت خود شعبان جعفری با وجودی که به او خیلی نقش مهمی رو میدادن حرف نزده بود. و یکی دو بار که اتفاق افتاد که من در شهر لس آنجلس چون ساکن این شهر بود او رو ببینم، بهش گفتم شما باید داستان 28 مرداد رو یه جوری بگین از دیدگاه خودتون. ایشون هم همیشه میگفتش که من حتما این کارو میکنم و دارم فکر میکنم اینا. واقعا 16 سال طول کشید تا قبول کرد که این کتاب رو و این مصاحبه رو انجام بده. 16 سال فرمودید؟ 16 سال؟ بله 16 سال مرتب پیغام میفرستادم از طریق کسانی که با او دوست آشنا بودند یا خودش رو گاهی اوقات اگه به مناسبتی اینجا اونجا میدیدم یادآوری میکردم. ولی خب بالاخره فکر میکنم در این برهه‌ای از زندگیش که به دلیل اینکه سنش دیگه بالا رفته بود و خودش فکر میکرد که دیگه سن زیادی از عمرش مقدار زیادی باقی نمانده، قبول کرد که این کار رو بکنه. ولی خب هم انجام مصاحبه و هم نوشتن کتاب بسیار کار سخت و دشواری بود. منتها من خیلی خوشحالم که این کار رو کردم به دلیل اینکه چندی بعد از انتشار کتاب هم فوت کرد و این فرصتی بود که اگه انجام نمیشد از دست میرفت. و حالا بسیاری میشنوم از این ور اون ور که کسانی که در مورد 28 مرداد یا تاریخ معاصر ایران تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، یه کار علمی و دانشگاهی میکنن به این کتاب به عنوان مرجع مراجعه میکنن و این دقیقاً چیزی است که من دوست داشتم اتفاق بیفته. خانم همای عزیز، اصولاً چطور شد که شما وارد حرفه روزنامه نگاری شدید؟ من واقعیتش هم میتونم بگم اتفاقی بود و هم میتونم بگم که یه مقداری به دلیل اینکه دستی به قلم داشتم. در دبیرستان روزنامه دیواری داشتیم اگه یادتون باشه. بله. من برای روزنامه دیواری دبیرستانمون، دبیرستان رازی، مقالاتی مینوشتم و دو دوست خیلی نازنین داشتم که اینها بسیار قلم شیرینی داشتن و بچه‌هایی بودن که سردبیری اون نشریه رو داشتن و در کنار اونها این کار انجام میدادم و از این کار خوشم میومد. ولی هرگز فکر نکرده بودم روزنامه‌نگار میشم، چون عشق بزرگ من این بود که آرشیتکت بشم. می‌خواستم مهندس معمار بشم و خانه‌سازی بکنم. ولی به نوع کنکورهایی که در ایران وجود داشت شما انتخابتون خیلی اثری نمی‌کرد. من با وجود که انتخاب اولم این بود که وارد دانشکده هنرهای زیبا بشم و معمار بشم، ولی رد شدم، اونجا قبول نشدم و بعد منو فرستادن دانشکده ادبیات. انتخاب دومم بود چون زبان فرانسه بلد بودم و میدونستم این یکی رو حتما قبول میشم. موقعی که شما در بین 80,000 متقاضی کنکور شرکت میکنید و 5,000 نفرشو میخوان، بالاخره باید یه مقداری هم یه فکرهایی بکنید که چگونه وارد دانشگاه بشید. و بعد فکر میکردم که دانشگاهمو عوض میکنم. باعث شد که ایشون تشویق کنن که مجله‌ای داره در میاد، مجله برای زنان، هنوز اون موقع در نمیومد، به سردبیری زندگیات مجید دوامی و دعوت کردن که من چون زبان فرانسه بلد بودم بیام ترجمه بکنم براشون، برای از زبان فرانسه مقالاتی رو. از اونجا شروع کردم و بعد دیدم نه، این کار رو میشه که از معماری هم حتی بیشتر دوست دارم، چون در واقع هر دو یه نوعی به وجود آوردن و یه نوعی به قدرت تخیل و قدرت تفکر خودت اجازه پرواز دادن بود. و در دورانی که منم کار روزنامه‌نگاری رو در ایران شروع کردم، امسال 50 ساله میگذره از اون زمان، تعداد زنان خیلی کم بودن. در نتیجه خب نیاز به این بود و زمانی بود که تشویق میکردن زنانی که وارد میدانهای حرفه‌ای مختلف بشن و من هم بهره گرفتم و از اینی که با سردبیری مجید دوامی و زیر دست او کار روزنامه نگاری رو یاد گرفتم بسیار هم خرسند بودم. و بعد به نشریه کیهان رفتم، بعد از اونجا به تلویزیون و بعد دیگه باقیش داستانیست که همه میدونن و
وارد این هیته شدم و در کار شنیداری و گفتاری و نوشتاری دیگه هر سه یه نوعی حرکت های ببینید من دارد. یادمه که مجله زن روز که پرتیراشترین مجله که ایران بود، این دیگه انجای انکار نیست بود. و یک بار که من یک سریال داشتم به نام مرد اول که دکتر صدرالدین الهی نوشته بود و به من خبر دادن که میخوان عکس شما رو بزنن رو جلد این مجله، به شدت ناراحت شدم که من عکس منو میخوان چاپ کنن و بالاش بنویسن زن روز. خب و بعد اتفاقا با آقای دوامی صحبت کردم، بعد این خاطره رو تو پاریس هم ایشونو دیدم و بعد گفت ببین شما رو با هنرپیشه‌های زنتون با هم دیگه میندازین. گفتم نه عکس منو نندازین، عکس خانم‌ها رو بزنین. و بالاخره این کارو کردن و گذاشتن اینا و رپورتاج بسیار قشنگی درست کرده بودن. مجله زن روز علاوه بر مطالب بسیار خوبی که داشت از نظر چاپ و از نظر لی‌آوت و از نظر اینها بسیار چیز زیبایی بود. بله آقای دوامی از این سفر در واقع آموزشی که رفته بودن برای یک بورس داشتن در امریکا و روزنامه‌نگاری رو در امریکا چند سال خوندن، تازه برگشته بودن و دوست یعنی با شیوه و سیاق چاپ نشریات غربی آشنا شده بودن و می‌خواستن که چنین کاری رو بکنن و با استادی و با به نهایت به غایت زیبا این نشریه رو در آوردن، مجله زن روز رو. و هر آنچه که از زن روز در اون سالها نوشته شده درآمد، همه اینها حاصل تفکر یک مردی بود که آینده نگر بود و اهمیت میداد به کار روزنامه‌نگاری و همیشه هم توی جلسات تحریریه به ما میگفت که چقدر حضور یک خبرنگار یا یک نویسنده یک روزنامه‌نگار میتونه برای یه جامعه مهم باشه و همواره از نقش مهم روزنامه‌نگار صحبت میکرد و خودش هم یکی از کسانی بود که به حرفه خودش بسیار احترام میذاشت. خانم هما سرشار، من یاد این انداختین که در اواخر سالهای حکومت گذشته در بسیاری از کارها از جمله روزنامه نگاری، رادیو، تلویزیون چهرهای تازه آمده بودند که یک جور ظرافت و یک جور مدرنی داشتن به کارها میدادن و اصلا شکل دیگه بود. من همیشه با این انقلاب ایران تعجب میکنم که چگونه یک چیزای زیر و رو شده. و مثلا من خودم فکر میکنم که مثلا تصاویر رو میبینم از شهبانو فرح با لباس بسیار شیک و تاج بر سرش و امروز اصلا از پشت چادر نمیتونم چهره خانم رئیس جمهور رو ببینم که یعنی هر کسی میتونه اون چادر رو سر کنه و خانم رئیس جمهور باشه. اینها الان من فکر میکنم که روزنامه نگاران بسیار خوبی در داخل ایران داریم و بیشتر از گذشته فکر میکنم، نظر منه، مسئولیتشون رو حس میکنن و بیشتر از گذشته در یک موقعیت بسیار حساس حتی گاهی اوقات با جانشون بازی میکنن. دقیقا. نظرتون در مورد روزنامه‌نگاری امروز در ایران چیه؟ من همیشه گفتم آقای کاردان و امروز هم بار دیگه تکرار میکنم، من در مقابل زنان و مردانی که در ایران به کار روزنامه‌نگاری مشغولن در اون محیط پر از خفقان و پر از فشار و پر از سانسور همیشه ادای احترام میکنم و به احترامشون میستم روی پام، برای اینکه فکر میکنم که روزنامه‌نگاری در یک کشور آزاد، در یک کشور دموکراسی که شما فقط با قوانینی رو برای اینکه چگونه روزنامه‌نگاری باشید گذاشتن تدوین کردن و اگه طبق اون قوانین کار بکنید و بنویسید و بگویید کسی کاری به کار شما نداره و آزادی این رو دارید که حتی رئیس جمهور مملکت رو مسخره کنید نه. یا انتقاد بکنید، کار اصلا مهمی نیست که ما داریم انجام میدیم. کار مهم رو کسانی میکنن مثل هموطنان من و شما که در داخل ایران زیر این فشار و زیر این خفقان و زیر این سانسور میگن، مینویسن و منتشر میکنن. البته یک شانس خیلی بزرگ میشه گفت برای روزنامه‌نگاران امروز وجود داره و اون هم رسانه‌های اجتماعی است، چیزهایی مثل توییتر، مثل فیسبوک، مثل اینترنت که در واقع اگر که از کانال اصلی که به عنوان یا روزنامه‌نگار یک روزنامه، یک نشریه یا در تلویزیون دولتی خود جمهوری اسلامی کار میکنن امکان این رو نداره که حرفشون رو بزنن، از این وسیله ها، از این طرق میتونن این کار رو انجام بدن. ولی خب این رو هم میبینیم که با وجود که این کار رو با شهامت همونطور که شما گفتید انجام میدن،
بسیار از کسانی که الان به خاطر دگراندیشی، به خاطر گفتن حرفی که باب طبع یا ولی فقیه نیست و یا حکومت نیست دارن کاری کردن، در زندان دارن به سر میبرن. یعنی همیشه گفتن که جمهوری اسلامی بزرگترین زندان دگراندیشان و اندیشمندان و روزنامه‌نگاران هست و این اتفاق متاسفانه در ایران افتاده. خانم سرشار عزیز، به نظر شما جامعه مدنی امروز ایران با چه مشکلاتی که، یعنی مهمترین مشکلاتی که داره چیه؟ خب مهمترین مشکلش اینه که اصلا جامعه مدنی نیست. کمبود خود جامعه مدنی در ایران و تمام نهادهای مدنی. البته باز هم هر وقت که این صحبت پیش میاد باید به این اعتبار رو به ایرانیان، به زنان و مردان و جوانان ایرانی که الان در ایران زندگی میکنن بدهیم که به دنبال این نهادهای مدنی، به دنبال این جامعه مدنی، خودشون هر آنچه که در توانشون هست انجام میدن. یعنی تعداد NGO هایی که الان در ایران هست که یکی از ویژگی های یک جامعه مدنیه، بالاخره توسط خود مردم به وجود اومده. منتها یک جامعه اگر که خواستار دموکراسی است، اگر خواستار آزادی است، اگر خواستار برابری شهروندان خودش است، بدون نهادها و جامعه مدنی نمیتونه کاری بکنه. اگر نظر منو میخواید، این جزو یکی از واجبات آزادی و دموکراسی و برابری است که در یک کشور قانونمند باید وجود داشته باشه. نقش آموزش در جامعه مدنی چیه؟ آموزش در هر جامعه نقش خیلی مهمی داره. شما اگر که شهروندان یک کشوری ندانند و مطلع نباشند که دموکراسی چیست، آزادی چیست، باش آشنایی نداشته باشند، حتما به دنبال اون چیزی که آرزو و آمالشون هست اشتباه خواهند رفت. کمان که ماها کردیم، ما اشتباه رفتیم. در انقلاب ایران مردم به دنبال آزادی و تساوی و برابری رفتند، ولی چون اطلاعی ازش نداشتیم، در موردش نخونده بودیم، تجربه نکردیم، تمرینش رو نکرده بودیم، حتما اشتباه رفتیم. مردم ایران این اشتباه رو کردن چون نمیدونستن که یه جامعه دموکراتیک رو نمیشه شب خوابید و صبح بلند شد به وجود آورد، بلکه یک پروسس، یک راه طولانیه که باید بریم و اولین گامش هم آموزش، اطلاع یافتن، خواندن، دانستن و آموزش دادن به کسانی که نمیدانن. موقعی که این آموزش به وجود آمد، موقعی که مطلع شدیم، آگاه شدیم، حتما اون آزادی هم نزدیکتر و دستیافتنی‌تر خواهد شد. در تایید فرمایشاتتون، من فکر میکنم که در آغاز انقلاب که ما در ایران بودیم و میدیدیم مردم برای رفتن حکومت حاضر بودن که این حکومت باید بره، ولی هرگز آموزشی نداشتن، هرگز ایده ای نداشتن که چی میخواد جاش بشه. بنابراین هر کسی میتونست که قدرت داشته باشه، یا کلمه انقلاب رو دزدیده یا هر چی میخوایم اسمش رو بگذاریم، میتونست موفق بشه. و تنها تصوری که نمیکردیم، من خودم رو میگم به صورت دوستانم، اینه که این نوع حکومت بیاد. یعنی فکر میکردیم که احتمالا مثلا حکومت مثلا دوستانمون در جبهه ملی رو کار بیان، یا چپی ها قدرت بگیرن، یا احتمالا گروه های دیگری، ولی هرگز دیکتاتوری مذهبی به این معنا که الان داریم در ذهن هیچ کدوم از ماها نبود. عدم اطلاع. کاملا درست. عدم اطلاع و ناآشنایی به این که افراد مذهبی و دکانداران دین و مذهب چطور میتونن از شرایط موجود بهره برداری بکنن، به نفع خودشون و دیگران رو پس بزنن، از بین ببرنشون. این همه خونهایی که ریخته شد برای این بود که کسانی بودن که با حکومت‌های مذهبی مخالف بودن و داشتن مبارزه میکردن، ولی اونها رو از میان برداشتن. و به همین دلیل چون نمیدونستیم، نه ابزارشو داشتیم و نه آگاهیشو داشتیم، خب این اتفاق افتاد در مورد ایران دیگه. خانم هما سرشار بسیار عزیز، من هر بار که در کنار شما می نشینم و با شما صحبت می کنم از شما می آموزم. اختیار دارین. ای کاش این آموزش در تمام مسائل وجود داشت و همون کاری رو که دوستانمون در توانا انجام میدن، که سعی میکنن که آموزش بدن به مردم، که مردم آموزش داشته باشن، آگاهی داشته باشن، که دیگه و چقدر اون کارشون رو زیبا انجام میدن. بله خیلی خیلی بهشون تبریک میگم و به شما که باشون همکاری میکنید. تشکر از لطف و محبتتون. یک دفعه دیگه مدیون محبت‌های شما همیشه هستم، که هر بار که خواهش کردم که با هم صحبت بکنیم
با خوشرویی پذیرفتین و در کنارتون بودم و همونطور گفتم ازتون آموختم. تشکر میکنم من لطفتون. همیشه گفتم دیگه از صبح یک اشاره از ما به سر دویدن. قربون شما برم. مرسی و درود بسیار دارم و دوست خوبم شوهر بسیار عزیزتون که همیشه هر وقت که میبینمش انرژی میگیرم ازش مثل خود شما. خیلی ممنون. و امیدوارم که روزها و شبهای خوبی داشته باشین. با سلامتی کامل در کنار هم باشیم و مثل همیشه ما از شما بیاموزیم. اختیارتون. با تشکر از شما که توجه کردید به این برنامه، شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. به امید دیدار.